این قضیه حکم تکلیف و واجب به خودش میگیرد. و نوع دوم خطاب تیسیر است، یعنی نصوصی که داریم در رابطه با یسر و آسانی ازدواج، که مسلمانان ازدواج را آسان بگیرند و انواع و اقسام دستورات و تعالیم هست در دین برای آسانی امر ازدواج، چه از لحاظ کیفیت چه از لحاظ شروط. کیفیت ازدواج باید آسان باشد. این اعظم النکاح برکه ایسره مؤنه، بزرگترین ازدواج ها از لحاظ برکت آسانترین آن هست از لحاظ هزینه. خیر النکاح ایسره، خیر الصداق ایسره، بهترین ازدواج و بهترین مهریه آسانترین آن هست. و خوشیان بودن و مبارک بودن یک زن در آسان بودن مهریه و آسان بودن خواستگاری از او هست. همین موارد ما داریم در احادیث در رابطه با کیفیت ازدواج. و در رابطه با شروط ازدواج هم احادیثی هست که انسان مسلمان ازدواج را بر خود سخت نگیرد و بر دیگران هم سخت نگیرد. کسی که میخواهد ازدواج بکند وسواس به خرج ندهد، یعنی وسواس بی خود، و سخت نگیرد بر خودش، ناز نکند به اصراح و مشکل پسندی به راه نیندازد که سالها معطل بماند پشت خط ازدواج. تنجح المرأة لأربع، لمالها و لحسبها و لجمالها و لدینها، فظفر بذات الدین. شماید انگیزه های مختلفی وجود دارد برای ازدواج. گاهی کسی برای مال یک زن با او ازدواج می کند، گاهی برای جمال و زیبایی با او ازدواج می کند، گاهی برای حسب و نسب و شخصیت خانوادگی، و گاهی هم برای دین. اما تو ای مسلمان به زن دارای دین دست بیار، زن دارای دین را برای خودت پیدا بکن. و اون معیار و ملاکی که انسان مسلمان باید مد نظر قرار بدهد برای ازدواج، معیار اساسی اون باید دین باشد، که در رابطه با جواب مثبت دادن به یک خواستگار هم در حدیث آمده است: اذا اتاكم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد عظیم. هرگاه به سراغ شما آمد، به خواستگاری دختر شما آمد، فردی که دینش و اخلاقش مورد پسند شما بود، به او زن بدهید. اگر این کار نکنید، در زمین فتنه و فساد فراگیری راه خواهد افتاد. چون قرار نیست انسان در رابطه با دینش کوتاه بیاید و بر سر دین بخواهد معامله بکند و از دینش تنازل بکند. چون هدف از ازدواج، هدف از ازدواج تکمیل دین است، تکمیل ایمان است. قرار نیست که انسان با ازدواج دین و ایمان خود را از دست بدهد. زنی بگیرد مثلا بی دین که با ازدواج با او دین خود را ببازد، یا دخترش را به یک انسان بی دینی بدهد که دخترش دین خود را از دست بدهد در خانه اون مرد بی دین. قرار نیست که انسان با ازدواج که هدف از آن تکمیل دین و تکمیل ایمان هست، دین و ایمان خود را از دست بدهد و دین و ایمانش تضعیف بشه. به همین دلیل معیار اساسی برای تصمیم ازدواج معیار دین و اخلاق هست، معیار تقوا هست. و خطاب دیگر خطاب تشویق و ترغیب و دلگرم کردن هست، که انسان دلگرم بشود برای ازدواج، نه ترسد، نه حراس از ازدواج. بعضی ازدواج رو یک چیز صعب العبوری احساس می کنه، خیلی مشکل هست، اگرچه رسم های غلط جامعه و دستوان این طور ایجاب کرده است، این وضعیت را پیش آورده است. اما دستور است که انسان مسلمان به خودش جرأت بدهد و از ازدواج نترسد، نه حراست. اما اقسام دلگرمی ها ما داریم در لابلای نصوص شرعی، که یک موردش اون فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم است که ثلاثتون حق علی الله عونهم، سه نفرند که حق است بر خدا که اونها را یاری بکنند: المجاهد فی سبیل الله و المکاتب الذی یرید الاداء و الناطق الذی یرید العفاف. این مورد سومش مد نظر هست. اون فردی که میخواهد ازدواج بکند به قصد پاکدامنی، حق است بر خدا که او را یاری بکند. و باز خطاب به جامعه ما این نص داریم در قرآن: این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. افراد جامعه هم نترسند، اگر فرد فقیری آمد، فردی که چندان وضع مالی خوبی نداشت، نترسد از اینکه دختر خودشون رو به او بدهند. این یکونو فقرا
یغنهم الله من فضل. اگر اونها فقیر باشن خداوند از فضلش اونها را بی‌نیاز می‌کنه، از فضل و کرمش به اونها می‌دهد. چون فردی که در خانه پدر و مادرش مثلا تامین بوده است، رزق و روزیش از خدا بوده است، نه از آن پدر و مادر. پس چرا انسان می‌ترسد از اینکه دختر خود را به یک فرد بدهد؟ از ترس اینکه مبادا مثلا در خانه اون مرد گرسنه بشود. رزق و روزی به دست خدا هست، نباید انسان بترسد. و فقر و تندستی مانع شرعی برای ازدواج نیست. این را که مثلا عرض می‌کنم که فقر و تندستی فرد نباید مانع بشود، چون مانع شرعی نیست. خداوند اون را به عنوان مانع شرعی برای ما معرفی نکرده است. اگرچه انسان اگر خود را تندست ببیند و حد اقل توان ازدواج را نداشته باشد، خب وظیفه‌اش این است که صبر بکند و پاکدامنی پیشه بکند. اما اگر انسانی بخواهد ازدواج بکند با وجود فقر و تنگدستی، اگر دو نفر بخواهند با هم زندگی بکنند، مانع شرعی وجود ندارد. قصه معروفی در این زمینه وجود دارد، حدیث سهل بن سهل هست که میفرماید روز خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم، زنی آمد و خود را بر پیامبر عرضه کرد، گفت که ای پیامبر، من زن بیکس و کار هستم، بیوه هستم، اختیار من به دست تو، هر تصمیم خاصی در رای من بگیر. پیامبر صلی الله علیه وسلم به اون زن نگاهی کرد، چیزی نفرمود، صبر کرد تا اینکه یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم بلند شد و گفت یا رسول الله، اگر خودت حاجتی نداری به این زن، او را به عقد من در بیاور. پیامبر فرمود تو چه داری؟ او گفت که من یک ازار دارم فقط، یک لنگ. ما لهو ردا امرادیم، راوی میگوید او ردا هم نداشت، لنگ دوش هم نداشت، فقط یک ازار داشت، یک لنگ داشت که دور خودش پیچیده بود. پیامبر فرمود که خب تو با این ازار چه کار میکنی؟ این ازار مال خودت هست، چگونه میخوایی رو بدهی؟ یعنی این حساب نمیشود به اصطلاح که تو بخوایی این ازار رو رو بدهی، این حساب نیست، برو به خانه نگاه بکن، شاید چیزی پیدا بکنی به عنوان مهر. او رفت به خانه، برگشت، گفت که هیچ چیز نیافتم. ای پیامبر گفت که برو نگاه بکن، التمس ولو الخاتم من حدید، حتی یه انگشتر آهنی هم اگر پیدا کردی بیار به عنوان مهر یه تقدیم بکن. او رفت برگشت، گفت که حتی انگشتر آهنی هم نیافتم. بعد اون شخص شد، بعد مدتی بلند شد که راهش را بگیرد خارج بشود از مجلس، پیامبر صلی الله علیه و آله او را صدا زد، با همون فقرش، با همون تنگدستیش او را صدا زد، گفت تو از قرآن چه بلدی؟ گفت من فلان سوره و فلان سوره و فلان سوره بلد هست. فرمود اذهب فقط زوجت که ها به ما معک من القرآن، برو که من این زن را به عقد تو در آوردم در مقابل آنچه که از قرآن بلد هستی، که همون چیزی که از قرآن بلدی به او یاد بده، همون مهرت. این نشان میدهد که چقدر ازدواج در این سهل و آسان هست که ما متاسفانه آن را بر خود و بر جوانان خودمان سخت کردیم. خطاب چهارم خطاب عفت و پاکدامنی هست برای اونهایی که امکانات ازدواج ندارند و حد اقل امکاناتی که بتوانند با اون تشکیل خانواده بدهند، مهریه نفقه اینها ندارند. در این رابطه خطاب قرآن متوجه این افراد هست که وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اونهایی که توانایی ازدواج ندارند باید عفت پیشه کنند، عفت را جستجو کنند. سین اینجا برای طلب هست، عفت را بطلبند برای خودش و عفت و پاکدامنی پیشه بکنند، چون جامعه اسلامی باید جامعه پاک و منظم و با عفتی باشد. بی عفتی ایمان انسان را برباد می‌دهد، بی بندوباری از لحاظ جنسی ایمان انسان را برباد می‌دهد. لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن، اون فردی که مرتکب فحشا می‌شود در اون لحظه ایمان ندارد، ایمان از او سلب می‌شود.